عنوان یک شهروند کرد در ایران از حقوق اولیه انسانی خیش محروم بودم و علارغم تلاش برای رسیدن به آن با مجازات ناعادلانه روبرو شدم، مجازاتی که در راستای تأمین ساختار اقتدار طلبانه اقلیتی بر من و جامعه ام تحمیل شده است. قانونی که حقوق اولیه مرا زیر سوال می‌برد نمی‌تواند از من دفاع کند و این قانون، قانون مدافع حکومت است، نه مردم جامعه. تبعیض‌ها در این قانون بدون لاپوشانی و تبصره کاملاً آشکارا اعمال می‌شود و بسته به جنس، نظر، افکار، سلایق تغییر می‌کند. قبولاندن افکار حکومتی و تعمیم آن به جامعه با فشار و جبر باعث شده است که من در چنین جایگاهی قرار بگیرم. همچنین کشمکش‌های اقتدار طلبانه سران حکومتی و حتی منطقه‌ای سبب گشته که من قربانی چنین سیاست‌هایی بشوم. در حال حاضر علناً هویت ملی من به عنوان کرد و افکار آزادی خواهانم به عنوان افساد فی الارض و تلاش‌های برای آن به عنوان محاربه دیده شده و این خود تبعیض آشکار و ظلمی است. بنده نرولا ریگی متولد 1372 ساکن شهر زاهران هستم. به دست مامورین وزارت اطلاعات در شهر کاشان دستگیر شدم و به 209 تهران منتقل شد و بعدا به وزارت اطلاعات شهر زاهران انتقال شدم و حدودا 10 ماه در سلول وزارت اطلاعات بودم و بعد از 10 ماه من را سلولم بیرون آوردن و به من گفتن امروز تو را به دادگاه میبریم و اون حرفای را که اینجا یعنی زیر سکنجه گفته را تکرار میکنم و دادگاه نمایشی من با قضاوت قامه گولی که اصلا فکر نمی کنم تقاطی باشد طوری شروع شد که 3 نفر از مامورین وزارت اطلاعات کنار نشسته بودند و 2 نفر که کیف خاص من را میخواندند و وکیل من که به یک بغل نشسته بود شروع شد. زمانی که کیف خاص من را خواندند به من اتهام محارب زدند و دادگاه من چند دقیقه بیشتر طول نکشید و طوری دادگاه نمایشی بود که من زمانی که میخواستم از دادگاه از اتاق بیرون بیارم آقای ماگولی پرسیدم که دادگاه من همین بود و آقای ماگولی خندید و جواب داد بله. بعد 15 روز حکم اعدام به من ابلاغ شد. مقامات قضایی در این کشور به ما حتی این حد را ندارند که بدانیم بر اساس چه مدارکی محکوم و اعدام می شویم. اینها گوشه ای از حرفهای جوانایی که مظلومانه اما شجاعانه بالای دار رفتند. صدای رفیقان طوفان که بذر طوفان رو در دل جوانها و جامعه کاشتند. صدای سرودخوانان قصیده آزادی. این صدای کسانیه که توی روزگاری که خودشون در بند و زنجیر بودند با پذیرفتن هر بهایی از مبارزین آزادی مردم در اشرف که جان خودشون رو برای آزادی فدا کردند، تجلیل کردند و نوشتند مجاهدین به خاطر دفاع از حقوق ملت ایران کشته شدند. اینها کسانی بودند که خانه و وطن خیش را ترک کردند تا از حق و حقوق ملت ایران دفاع کنند. اما به نظر شما علت این اعدام‌های جمعی و وحشیانه چیه؟ و علارغم این که رژیم خوب میدونه این اقدامهای جنایتکارانه و پرشقاوت چه پیامدهای سنگینی براش داره، مخصوصا که تو این شرایط شدیداً نیاز داره چهره اعتدال و تدبیر از روحانی و دولت اون نشون بده، چه چیزی باعث میشه که این طور به رسوایی تن بده؟ ایران تحت ستم آخوندها مثل دیگه بخار در جوشش و غلیانه. خروش و خیزش پزاینده مردم به جان آمده در همه جای کشور، از هرمزگان و بندرعباس و پارسیان تا خوزستان و اهواز و از عراق و زنجان تا شهر کرد و تهران و از دانشگاه‌ها تا کارخانه‌ها زمین رو زیر پای آخوندها به لرزه درآورده. اونا هر روز بر وحشتشون افزوده میشه، وحشت رژیمی که از هر سو با بحران‌های خفه کننده احاطه شده.
وحشت دولت تدبیر و امید که هیچ تدبیری جز اعدام‌های جمعی و ارعاب عمومی به امید افسودن چند سباهی به عمر ننگین نظام ولایت نداره. بله، به همین دلیل نیازمند اینه که بر جامعه ترس و وحشت رو حاکم کنه. اما امثال حبیب الله ها، مهر الله ها و ناظر ها هستند که به بهای جونشون در برابر رژیم ایستادگی میکنن و نشون میدن که نه تنها مغلوب و مرعوب شقاوت آخوندها نمیشن، بلکه پیام خیزش و ایستادگی رو تکثیر میکنن و رو به آخوندی رو در هم میشکنن. و ما پژواک صدای مهر الله رو از گلوی جوانان ناراضی هرمزگان، عراق و خوزستان میشنویم که برای احقاق حقوق و خواسته های مشروعشون دست به تظاهرات و اعتراض میزنند. و ادامه مسیر حبیب الله ها رو در مشت های گره کرده دانشجویان ارومیه، تهران، پلی‌تکنیک، قم و شهر کرد میبینیم که نه تنها متوقف نمیشن، بلکه روز به روز در راستای اهداف آزادی خواهانشون مصممتر میشن.